درست میکنیم، تعمیر میکنیم، بودو 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 واکسی، بودو 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 واکسی، واکسی بودو 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 واکسی، واکسی 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 میخواش خرابه، بودو میخواش خراب نیست، واکسی واکسی واکسی. سلام آقا. سلام عزیز، قربون برم. خسته نباشی. نوکرتم کوچیکتم. میخواستم کفشم رو واکس بزنی. من قراره برم به مهمونی. یه مهمونی خیلی خوب. بعد میخوام جوری کفشم رو واکس بزنیم بله که بله. مورد توجه همه قرار بگیره. متوجه؟ بله بله بله. نمونه باشم. بله بله. مجلس. نمونه هستی ما شما نمونه هستی. چشای همه اصلا خیلی بشون جوری دروش بزنه بیاره. بزنم ایران. آره بر بندازش. دست درد. میزنم حالا. اینو دو دقیقه تمام کنم الان. دو دقیقه تمام. تمام نمیکنم اصلا واکس شما رو میزنم. برم. قربونت برم. اینو یه لحظه داشته باشید شما. بله. قهوه بزنم دیگه. قهوه بزنم. سریع بزنم بره دیگه. سریع. عجله دارید دیگه. بله. سعی خودتو بکن چیز جالبی داره. مهم نیست. سرعت اصلا اصل کاره. حالا همیشه دقت بکنم. سریع بزنم واکسم ها. یه ذره اگه دیر بشه مشتری ناراضی میشه. یه مقدار الان اونم میزنم. مشتری باید چیز کنه، صبر کنه، ما میزنیم. یه مقدار اگه طول میکشه این خاطره اینه که همون میبینی که کثیفه. منطقه ما سرعت کارمون رو ایچماقه جوراب جورابتونم رنگی نمی کنم. این بزنید زیر پاتون راحت باش. یه مقدار خلاصه اگه بیدونی که کفشم میخ میخواد و اینا من میزنم میخواشم در بیاد تو اینا دیگه راحت باشید. در نیار کفشتو عزیزم، در نیار. بابا اینجوری هم میشه. اون پاتون رو من یه مقدار کم زدم الان میزنم تمامش کنم. اینو بذار عزیز، اینو بذار زیر پات راحت باشی. قربونتم برم. تموم شد. واکسه واکسه واکسه. اونو ببین من بینم. اونو بده. بادا بادا واکسه واکسه بادا بادا بادا. پنجا تومن پنجا تومن. واکسی 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 بادا 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 واکسی واکسی واکسی. یه حموم هم برو دیگه تو را. بادا بادا واکسی 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 بادا 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 واکسی مکرد این دلعه تمام میکنه واکسی. نه خیر آقا، من عصبی نیستم. من ده بار به شما میگم من عصبی نیستم، ولی اون شغل به درد من نمیخوره. نه اون شغل به درد من نمیخوره، من عصبی نیستم. بابا نادر جان، آخه تو اینجوری صحبت میکنی خب طرف نمیتونه شغل خوبی برات پیدا بکنه دیگه. میگه تو عصبی. میگم من عصبی نیستم. عصبی هستی دیگه عزیز من، اینقدر داد بیداد نداره که. کار نیست بابا، کار این شغلم به درد من نمیخوره. تلفن شکستی طرف میترسه بهت کار بده. تازه یه جایی برسه در کار دو روزه اخراجت میکنن دیگه. اخراجم میکنن. میگه تو عصبی هستی. میگن من عصبی نیستم. نه باید عصبی نباشی، باید آروم صحبت بکنی نادر جان. هی کار نیست کار نیست. من خودم صد بار بهت نگفتم که برات کار پیدا میکنم. کوکار 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 حرف میزنی کوکار. بابا چرا داد میزنی تو؟ آروم کوکار میگم، من عصبی نیستم. نگو داد میزنی کوکار. تو اجازه دادی من آقای زنجیری رو بهت معرفی بکنم؟ بفرمایید آقای زنجیری. بله. چی؟ چی؟ عجب بکنید عزیز من، ایشون مسئول یکی از فروشگاه هاست. خب از دوستان خیلی نزدیک من. خب ای بابا خب خب طلبکاری. خب بگو.
میخوام برم تو، میخوام تو رو ببرم تو فروشگاه. خب بریم، بریم، بلند شید بریم. بلند شید بریم. آقا اجازه بده آقا چایشو بخوره نادر جان، چرا انقدر عصبانی هستی؟ میگم من عصبانی نیستم، تو چرا نمیفهمی؟ میگم من عصبانی نیستم. ببین نادر جان آروم صحبت بکن. من چند بار بهت گفتم راه موفقیت تو توی زندگی اینه که آروم صحبت بکن. من دارم آروم صحبت میکنم و میگم عصبانی نیستم. بلند شو بریم سر کار. مگه نمیگی آقای زنجیر اومدی؟ بریم سر کار دیگه. آقا اجازه بده ما صحبت بکنیم راجع به کار نادر جان. آخه اینقدر سری که نمیشه عزیز من. تو چرا اینقدر داد میزنی؟ من داد نمیزنم. هی میگه داد میزنی. من عصبانی نیستم. ده بار بگه من عصبانی نیستم. کی میگه من عصبانی هستم؟ تو چرا نمیفهمی؟ میگه من عصبانی نیستم. صد بار بعد بهت بگم من عصبانی نیستم. صد بار بعد بهت بگم. صد بار. بله. این سیمه بخ کجاست؟ میخوای بکشیش؟ آره سیمو جمع کردم، از پنجره بندازش پایین. از پنجره؟ آره هرچی نباشه از پنجره ما تا زمین 9 طبقه فاصله است، بندازش. کی میگه من عصبیم؟ من عصبی هم؟ نه اصلا هیچ کس نگفته. میدم وقتی میگه میدم میدم، کارش درسته. حالا پنجشنبه اگه گفتم امروز پنجشنبه است بده فایده نداره. آقا چیه؟ یه چند دقیقه اینجا وایستا، دو دقیقه من برم اینجا یه پیغام بدم سر. من حسنه ندارم تو، و هر موقع میگی من چند دقیقه میگی چند ساعت دیگه میام. نه به خدا خب منم باید نه نه منم باید میام. نمیشه بابا یه پیغام اینجا، من آبرو دارم. منم میام یه دو دقیقه، یعنی دو دقیقه من بیام آبروت میریزه؟ آره او دو دقیقه. من حسین، من حسین اینجا وایسم چیکار کنم؟ مگه اینجا چشه؟ من حسین هم تو کوچه. او دو دقیقه نمیتونی اینجا وایسی؟ زود میای؟ زود میام. من اینجا نمیتونم وایسم. ای بابا من اینجا چشه؟ بابا مگه نمیدونی تابلو توقف ممنوع داره؟ نمیتونم. بابا تو هم مرد دست انداختی ها. خب نمیتونم وایسم. دو دقیقه قربونت برم وایس من. خب صبر کن بیا اینجا هم ببوس زودم بیا. درنت گرم. زود بیا یا امین. خیلی خب باشه. امروز 4 ساعت دیگه میام. ساعتم نداره. خسته نباشید آقا. قربانت. ببخشید این رفیق ما رو ندیدی؟ اینجا وایساده بود. چه شکلی بود؟ موهای مشکی، صورت سبزه. آها اون سیاهه؟ آره آره آره. کت خاکستری تنش. تو سیاره آره. اونو بردنش. کجا بردنش؟ اینجا وایساده بود، تو توقف ممنوع بود. من هرچی بهش گفتم گوش نداد، اومدن بوکسل کردم بردنش. رادش، رادش، امیر، امیر، امیر منو بردن، امیر، رادش. به نام خدا بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. ادامه مسابقات جهانی وزن برداری رو از کشور یونان براتون گزارش میکنیم. این اسامی 167 ورزشکاری هست که در این جام شرکت کردند. اکثر این ورزشکاران سرشناس هستند و قهرمانهای سابق جهان. دیدنی هست رقابتهای
این دوره از جام وزنه‌برداری، ببینیم که اینجا کدام ورزشکار میخواد که وارد میدان بشه. سالن زیبای باشگاه یونان رو در تصویر میبینیم. این چهره چرتوویچ هست، وارد سالن میشه، قدر هست، از هیکل ظریفی برخوردار هست، ولی خوش تکنیک هست این ورزشکار و وزنهای سنگینی رو تا حالا بالای سر برده، تمرکز خوبی داره روی دستها و پاهای خودش و روی وزنه. اینجا به طرف وزنه میاد، این وزنه و این نوبت بلند کردن این وزنه سنگین برای او امتیاز هست و حساس هست برای این ورزشکار در مقطع جام جهانی وزنه برداری. ببینیم که چه خواهد کرد. ببینید پاها چقدر زیبا پشت وزنه قرار گرفته. منتظر هستیم که او وزنه رو بالای سر ببره. تمرکز زیادی، عرض کردم، این ورزشکار در کار خودش دارا هست. بله، الان دیگه قاعدتاً باید وزنه رو بالای سر ببره. بله، این ورزشکار تمرکز زیادی میگیره موقع وزنه برداری. ببینیم که به کجا خواهد رسید. یکم طول کشید، به نظر من کمتر از این باید. من دوتا ورزشکار دیگر رو میبینم وارد سالن شدن، علتش رو نمیدونم که چه هست. این چهره چفتوویچ هست در سمت راست تصویر. بله، چرتوویچ رو بلند میکنند، نمیدونم چرا. بله، من نتیجه‌ای که از این تصویر میگیرم این هست وزنه برداری امروز متکی بر حرکت هست و مقاومت ورزشکار. بله، من توضیح خاصی ندارم. خداحافظی کنم. این چهره سوخاریوویچ هست، قهرمان سه دوره قبل جهان هست، بسیار خوش تکنیک هست و خوب کار میکنه با وزنه. مربی او چفتوویچ خودش از قهرمانان فعلی جهان هست، تحرک خوبی داره، فریاد میزنه اینجا در سالن و قدرت خودش رو مضاعف میکنه. اینجا ابراز احساسات تمام تماشاچیان در صحنه او رو خوشحال کرده، برای او گل میریزن به خاطر تکنیک زیباش و کار خوب این ورزشکار سوخاریوویچ. ببینیم که این وزنه رو چه خواهد کرد و چطور بالای سر خواهد برد. وزنه رو میگیره، 270 کیلو وزنه هست که سوخاریوویچ در یک ضرب باید بزنه. تمام انرژیش رو روی این وزنه گذاشته، حساس هست برای او این حرکت، ناراحت هست، موفق نمیشه این وزنه رو بلند کنه. یک بار دیگه شانسش رو امتحان میکنه تا ببینه که چه میخواد بکنه. این بار هم موفق نیست. باعث تعجب هست سوخاریوویچ تا به امروز خوب خودش رو نشون داده در صحنه و تا حالا شکست نداشته. اجازه بدید ببینیم که اینجا چه خبر هست. او رو کتک میزنن تماشاچیانی که برای او گل ریختن. من تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.